سلام میکنم خدمت همه بیننده‌های عزیز، همه کسی که دارن این برنامه رو میبینن. احسان پایه هستم، متولد مرداد 1364 در شهر اهواز. 5 تا خواهر برادریم، 2 تا خواهر دارم، 3 تا داشتیم. از دوران کودکی من بگم که پر از شیطنت بوده، پر از بازیگوشی های بچگانه، و ولی در کنار این شیطنت و بازیگوشات خیلی هم خوب درس میخوندم. ولی از همون بچگی هم خیلی علاقه به موسیقی داشتم و دارم و خواهم داشت. بچه بودم، خدایش رابطم با درس خیلی خوب بود. حتی درس هم میخوندم، دانشگاه دولتی درس میخوندم. بهترین زنگم که یادم باشه بیکاری، عاشق زنگ بیکاری بودم. چی شد که خواستم خواننده شم؟ راستش از وقتی فهمیدم موسیقی یعنی چی، خیلی به خوانندگی فکر نمیکردم، بیشتر به سازش فکر میکردم تا به خوانندگی. خیلی هم علاقه به ساز داشتم و تو دوران بچگی عروسی که دعوت میشدیم، عروسی دوست داشتم، فامیل که میرفتم، به جای کارهای بازیگوشی که بچه ها انجام میدن تو عروسی، میدونن یا حالا کارهای بچگان انجام میدن، من همیشه بغل اون بند موزیک وای میستادم، 3-4 ساعت فقط نگاهش رو میکردم. مثلا نمیفهمیدم چی کار میکنم، ولی اینقدر علاقه داشتم که خیلی بهشون توجه میکردم، از جام تکون نمیخوردم. و از لحاظ حمایت هم که خانواده هم خیلی حمایت هم کردن. خب از من تقریبا میشه که با سال 1375 پدرم واسم یه کیبورد خیلی کوچیک، البته به صورت سپرایز بهم یه کیبورد داد. بعد بهم گفت که هر وقت یاد گرفتی با این سازت واسه من 100 تا آهنگ بزنی، من میرم واسه یه کیبورد بزرگ میگیرم. دوران بچگی من کلن با اون ساز گذشت، یعنی من از میرفتم مدرسه برمیگشتم با اون ساز شروع میکردم ساز زدن. البته موقع خیلی بلد نبودم، فقط صداشو در می آوردم. اینقدر تلاش کردم که تونستم اون، حالا 100 تا نه، ولی شاید اولش 30-40 تا آهنگ رو راحت میتونستم با اون کیبورد بزنم و خودم تلاش کردم. و وقتی که واسش نوازندگی کردم، اولش باورش نمیشد و پدرم هم عادت داره وقتی یه قولی رو میده همیشه سر حرفش هست. بعد از اینکه اون 30-40 تا ترانه رو واسش زدم، فردای اون روز یا حالا دقیق یا یکی دو روز اونورتر رفتیم، یه کیبورد خیلی بزرگ و حرفه‌ای واسم گرفت. تجربه های بازیگری، من اولین باری که تئاتر بازی کردم سال پنجم دبستان، یه تئاتری بود تو مدرسه، اول اون رو بازی کردم. بعد دیگه کم کم تو دوران راهنمایی و دبیرستان، همه یه تئاترایی که تو مدرسه حالا به مناسبت های مختلف انجام می شد همه رو بازی کردم. تقریبا یه 3-4 سال هم به طور حرفه‌ای تئاتر رو بازی کردم. چی شد ادامه ندادم؟ که دوست داشتم تئاترم تبدیل به سینما شه و هدفم این بود. وارد سینما هم شدم، ولی به دلیل یه سری از مشکلات که حالا بهتر راجبش حرف نزنیم نشد. فیلم و کارگردان مورد علاقه هم. فیلم مورد علاقه هم فیلم مارمولکه از پرویز پرستویی، خیلی دوستش داره. کارگردانم که آقای اصغر فرهادی. خوانندگی رو بذارم کنار برم سراغ بازیگری. راستش الان خب بعد از این الان 4-5 ساله خب دارم کار موسیقی رو خیلی حرفه‌ای دنبال میکنم و خیلی هم علاقه بیشتر میشه. هر سال که میگذره خیلی علاقه بیشتر میشه موسیقی و تقریبا میخوام به اون جایگاهی که باید برسم و کلی هم واسه زحمت کشیدم. به همین راحتی دوست ندارم بذارمش کنار و به کار دیگه فکر کنم، ولی خیلی دوست دارم که در کنار خوانندگی سینما رو هم داشته باشم، چون سینما رو هم خیلی دوست دارم. اینکه موسیقی ایران چرا تو کل دنیا شنیده نمیشه، دلایل زیادی داره، ولی دلیل اصلیش حمایت نشدن اون موزیک یا اون خواننده هستش که اون موزیک اونجوری که باید ساپورت بشه نمیشه. و خداییش یه سری از خواننده‌های ایرانی و یه سری از آهنگ‌های ایرانی پتانسیل اینو دارن که تو کل دنیا شنیده بشن، ولی
ضعفی که ما توی حمایت موزیکمون داریم باعث شده که اون موزیک به اون نتیجه اصلی که باید برسه نرسیده. یه چیزی هم خدمت رو عرض کنم، ما خودمون که موزیک رو اینجا آماده میکنیم و به دست شنونده میرسونیم، همینجاش هم خیلی خوب حمایت نمیشیم. یعنی حمایتش اونجوری که باید و شاید نیست، کلی ما پای اون موزیک زحمت میکشیم، پای ویدئوش زحمت میکشیم، ولی اون نتیجه ای که باید ببینیم نمیبینیم. ولی خب دیگه ناچاریم، با همین ناچاری هم میسازیم و کارمون رو داریم میکنیم. امیدوارم یه روزی بشه که موزیکای ایرانی هر جای دنیا که بری بشنوی. راستش ما چون هر ترکی که جمع میکنیم اون ترک رو ویدئو میکنیم، واسه ویدئو ساختن مجبور میشی که تک ترک ویدئو کنی و حداقلش تو ایران که اینجوریه، تا اون ویدئو یکی دو ماه سه ماه پخش بشه دیده شه، بعد از اون سه ماه دوباره یه ترک دیگه پخش کنی. اگه قرار باشه ترک رو ویدئو نکنی، صوتی بدید بیرون، اون موقع میشه آلبوم داد. ولی من چون همه کارام ویدئو میشه، مجبورم که تک ترک بدم بیرون. تولید موزیک پاپ ایرانی بالا رفته، کوالیتیش هم اونجوری که تولید موزیک پاپ افزایش پیدا کرده، کوالیتیش به اون اندازه نه. ولی خب چرا؟ یه سری موزیکا واقعا باعث پیشرفت شدن توی موزیک، یه سری هم نه، همونجوری موندن یا اصلا پسرفت داشتن. چه آهنگی رو دوست داشتم که جای خواننده‌اش باشم؟ خب خیلی آهنگا و موزیکا هست که شاید باعث شده که کلی یاد و خاطره واسم به جا بذاره. از بچگی موزیک رو گوش میکردم و خب الان نمیشه خب اون آهنگ رو انتخاب کرد به خاطر که خیلی زیادن تعداد این آهنگ ها. ولی اگر بخوام اشاره کنم به یکیشون، حداقل این که خیلی آهنگ رو دوست دارم و زیادم گوشش میدم، موزیک یاور همیشه مومن آقای داریوشه. شاید زیاد گوشش میدم و شاید به خاطر احساس خیلی قشنگی که نسبت به موزیک میگیرم، شاید خیلی فراتر از منقلب شدم و دوست داشتم که مال من بود، من میخوندمش. میخواید بخونم الان واسه الان؟ مثل داروش که نمیخونم، ولی یاور همیشه مومن تو برو سفر سلامت، غم من نخور که دوری. اینجوریه دیگه، دوست دارم آهنگو. به فوتبال علاقه دارم که آره، خیلی به فوتبال علاقه شدیدی دارم و کلن خوزستان جماعت با فوتبال بزرگ میشه، همشون یه رگ فوتبال همیشه داشتن. ولی الان تو این شرایط موسیقی رو با یکی عوض میکنم. زمان بچگیم خب کارتونای قشنگ زیاد میدیدیم، حالا یه سری هاشون شاید حضور زن نشته باشم، ولی سرندیپیتی زیاد میدیدم، پسر شجاع زیاد میدیدم، بعد هاکی بیفیل زیاد میدیدم دیگه، کارتون هایی که الان حضور زن داشته باشم. بعد از اینا کارتون فوتبالیست ها رو خیلی دوست داشتم، خیلی زیاد دنبال میکردم. با طرفدارای خودم چجوری در ارتباطم؟ فقط از طریق فیسبوک در ارتباطم و یه ارتباط خیلی هم صمیمی باشون دارم. خواننده های ایرانی استیج خوبی ندارن؟ فکر نمی کنم. ایرانی ها اکثرا چیزایی که من تا حالا دیدم یا حالا شنیدم همشون استیج خوبی داشتن. من راست چه بخوای خب نمیتونم راجع به این قضیه نظر بدم، میتونم راجع به خودم بگم. من استیج خوبی دارم. میتونید امتحان کنید. من خیلی پر انرژی هم رو استیج و بقیه رو نمیتونم راجبشون نظر بدم، راجب خودم میتونم نظر بدم، خیلی هم اکتیوه. کارهای داخل ایرانی که همیشه دنبال میکنم، ولی من چون خیلی خودم موزیکای قدیمی رو گوش میدم، پنج تا رو بخوام نام ببرم سخته، یه جورایی بخوام از بین اون همه خواننده خوب پنج تا رو نام ببرم. ولی آقای داریوش، آقای ابی، آقای ستار، خانم هایده و آقای موین، این پنج تا خیلی خواننده‌ای خوب داریم که در کنار اینا میتونن باشن، از جمله عارف گوگوش و و و و و خیلی ها دیگه هستن. ولی اون پنج تا که نام بردم، شاید من چون خیلی از اونا بیشتر موزیک گوش میکنم ملکه ذهنم شده. اگر فرصتی رو داشتم با یکی از اساتید
دو سه دار بخونم که در کنار هر کدوم از این اساتید بودن باعث افتخار واسه من، چون نمیتونم نام ببرم و همه رو دوست دارم و ایشالله روزی سعادت نصیبم بشه همین که در کنارشون باشم واسه هم کافیه. اینکه سبک کاریمو تغییر بدم، راستشو بخوای من خیلی پاپ دوست دارم و پاپ اونم دوست دارم به خاطر آنپسند بودنش نسبت به بقیه سبک‌ها. هیچ وقت به این فکر نکردم که سبک کارمو تغییر بدم، چون سبکی که دارم میخونم بهش علاقه داشتم که اومدم وارد این مسیر شدم و به این شکل میخونم، علاقه شخصی خودم بوده و به همه سبک‌ها هم احترام میذارم، چون هر سبک واسه خودش قشنگی خاص خودشو داره، ولی من یه خواننده پاپم. به موسیقی سنتی ایرانی آره کم و بیش گوش دادم. خب سبک هم نیست میدونید، علاقه نه که نداشته باشم، علاقه هم دارم، ولی خب من بیشتر به سبک خودم، به موزیکایی که به پاپ نزدیکن گوش میدم. ولی خب تو این سبک اساتید خیلی خیلی بزرگ و زیادی داریم، از جمله استاد شجریان و بقیه خواننده‌های خوب سنتی، و کاملا واسه این سبک احترام قائلم. تا حالا کسی بهم گفته نخون؟ فکر نمی کنم تا حالا کسی من گفته باشه نخون، ولی مخالف داشتم. خب یه چیزی بذار بهتون بگم، موسیقی کلا سلیقه‌ایه، صدا هم سلیقه‌ایه. من از خیلی از کسایی که گوش میکنم، شاید همسن من یا از من کوچیکتر یا از من بزرگتر با اون موزیک حال نکنه، یه سبک دیگر رو بپسنده، ولی من واسه همون شخصیتایی که من میگن حالا نمیدونم نخون یا حالا هر چیز دیگه ای، من به نظرشون احترام میذارم و از من گوش نکنن. اگه من واسه شون آزار اذیت دارم از من گوش نکنن، ولی من راهمو میخوام ادامه بدم. اولین باری که توی جمع خوندم کی بود؟ خب خیلی قدیم میشه، خیلی گذشته است، ولی مطمئناً اون جمع خانوادگیم بوده و واسه پدر مادرمو خوندیم. واکنششون هم خب خیلی خوب نبوده، خب مشخصاً موقع تجربه خوانندگی نداشتیم، ولی میدونم که توی جمع خانوادگی بوده اونجا. اولین سازی که خریدم یه کیبورد کوچیک SA-20 که کاسیو، و الان هم هر جا هست سلام بهش برسونید دیگه، نمیدونم کجاست. شاید موقع به خاطر اینکه کیبورد بیشتر از همه سازها میدیدم، علاقم نسبت بقیه سازها بیشتر بود، ولی بقیه سازها را خیلی تخصصی نمیزنم، همینجوری ببینم سازه رو تست میکنم خودم اینو مثلا میتونم باش ارتباط برقرار کنم یا نه، ولی ساز سنتور رو استفاده کردم، دیدم میتونم. با درام تونستم ارتباط برقرار کنم، تنبار رو تونستم ارتباط برقرار کنم، پیانو هم که خیلی علاقه دارم و خیلی تک و توک استفاده کردم. تحصیلاتم تا لیسانس برق. ارتباط برم برق و موزیک، برق نباشه خب هیچ موزیک هم به وجود نمیاد. و توی رشته تحصیلی خودم نه، کاری تا حالا انجام ندادم و کار اصلی همین موزیک. جمله هر کی از مادرش قهر میکنه میاد خواننده میشه، جمله بدی نیست. خب واقعا نسبت بعضیا این جمله صدق میکنه، نسبت بعضیا هم نه. یه چیزی بهتون بگم، خوانندگی رو اگه از دیدهای مختلف بخواید ببینید، بعضیا واقعا خواننده خوبی هن، حالا شناخته شده نیستن، حالا به دلیل شاید مشکلات مالی، شاید حالا هر مشکلی که هست نتونستن توی این کار خیلی موفق باشن. بعضیا هم نه، مشکل مالی ندارن، استعدادشو ندارن، یعنی از هر دو طرف این موضوع میلنگه. ولی اینو بدونید، کسی که استعدادشو داشته باشه، کسی که علاقهشو داشته باشه، پشت کارشو داشته باشه، مطمئناً موفق میشه اگر مشکل مالی نداشته باشه. معروفیتو که موقعی که کلاً خوانندگی رو شروع کردم به عشق معروفیت شروع نکردم، به عشق اینکه تو موسیقی بتونم حرفی واسه گفتن داشته باشم شروع کردم. ولی چی شد که فهمیدم اسمم پاش شدم؟ خب هی که ویدئوها رو بیشتر کردم، تعداد ویدئوها بیشتر کردم که تا الان 11 تا ویدئو دارم. هی تعداد این ویدئوها که بیشتر میشد،
خب این معروفیت بیشتر میشد بیشتر میشد و لطف مردم نسبت به ما بیشتر میشد. رابطه‌ام با آشپزی خیلی خوب نیست. آخه آشپزی خور حوصله میخواد که من ندارم. غذای مورد علاقه‌م قرمه سبزی، یه قرمه سبزی جنوبی. در عمیق‌ترین لحظه که نه کسی هست نه به چیزی مشغولم. بیشترین چیزی که بهم آرامش میده باور کنید سکوته. من از سکوت خیلی آرامش میگیرم. در آینده پدرزنم میگه شغلتو بذار کنم. نمیگه بابا. پدرزنم خیلی مردتر از این حرف هست. نه اگه بگه که منم بهش میگم شغلتو عوض کن. اگه شغلش عوض که من عوض دو تا میریم اصلا یه کار دیگه میزنیم با هم دیگه. شریک میشیم توی یه کار دیگه. من کارم عوض نمیکنم. من عاشق کارمم و دوست ندارم حالا که دارم زحمت میکشم به راحتی ولش کنم. پدرزنم خیلی مردتر از این حرف هست. نمیگه مطمئنم. خواستگاری برم در مورد شغلم بیچی دیگه میگم خواننده هم دیگه و مطمئنن میدونن. خب قبل از اینکه برم اونجا راجع به شغلم صحبت کنم خب میدونن دیگه شغلم چیه، ولی افتخار میکنم چرا که نه، شغلم هم دوست دارم. روزی که برم خواستگاری چه چیزی هم مثلا مهمتره؟ موام. من کلا موام از همه چی واسه مهمتره و خب لباس و نمیدونم دستگل و اینا همه مهمه، همه چیز دست به دست هم میده که خوب بشه، ولی گزینه اول هم موامه، بعد حالا چیزایی دیگه. خواننده های پیش کسوتی که از صحنه دورن، هر کسی بنا به دلایلی تو زندگی شخصیش ممکنه یه سری اتفاقات واسش بیفته و این طبیعیه. حالا یه سری اصلا تو موزیک نیستن، تو یه سری کارا دیگه‌ان که از اون کار فاصله میگیرن. ایشالا که این اتفاق واسه من نیفته حداقل. ولی اگه واسه هر کیم که افتاده باشه و مردم کلی باهاش خاطره دارن، آرزو میکنم برگرده به صحنه موزیک که دوباره باز مردم باهاش خاطره‌های جدید بسازن. و امیدوارم که این مشکل واسه هیچ خواننده‌ای به وجود نیاد. چه چیزی بگم کمک کنم به کسایی که تو این به این کار علاقه دارن؟ علاقه داشتن تو این کار فقط ملاک نیست واسه این کار. خدایش این کار خیلی چیزا باید دست به دست هم بده تا بتونن موفق شن. و من خیلی کسا رو سراغ دارم که کلی استعداد دارن. کلی اتفاقات خوب میتونن تو موزیک ایران انجام بدن، ولی حالا مشکل مالی دارن یا حالا هر نوع مشکلی که دیگه هست و نمیذاره که اون شخص روی موزیک بیاد. ولی این کار به اون آسونی که میبینن نیست. به خدا روزای اولم خودم همین رو فکر میکردم. فکر میکردم که این کار چی، حالا یه کار میخونی، دوتا کار میخونی، سه تا کار میخونی، چهار نفر میان میگن تو چقدر خوبی، چقدر فلانی. ولی به این راحتی ها نیست. این کار زحمت میخواد، خیلی زحمت میخواد، خیلی تمرکز میخواد و سختی زیاد داره. ایشالا هر کیم که بتونه تو این کار موفق شه، استعدادش داشته باشه، بیاد موفق شه، ما هم لذت میبریم از موزیکای قشنگشون. به خط قرمز آره معتقدم و دوست ندارم کلا وارد حاشیه بشم. دوست دارم شعرهایی رو بخونم که در چارچوب بمونه و دوستم ندارم اصلا از این چارچوب خارج بشم. فانتزی و رویای بچگی، رویای بچگی نمیدونم. خب آدم تو بچگیش خیلی رویا داره. یه بار دوست داره دکتر شه، یه بار دوست داره خلبان شه، یه بار دوست داره فوتبالیست شه، یه بار دوست داره خواننده شه. حداقلش اینه که فکر کنم یکی از فانتزی های بچگیم شاید الان رسیده باشه. حالا خیلی چون تو بچگی آدم خیلی رویا داره، ولی الان حداقل به این جایی که رسیدم خودم راضیم. آهنگ سیگار. آره من تا الان 11 تا موزیک ویدیو داشتم. 10 تاش آره دیگه 10 تاش کاملا موزیک شاد بوده. بعد از این 10 تا تصمیم گرفتم یه موزیک کاملا متفاوت با بقیه سبک موزیکام بدم و موزیک سیگار رو خیلی دوست داشتم خودم، شعر و ملودیشو، و تصمیم گرفتم یه موزیک اسلو بخونم. و اینم بگم که خیلی ها از حالا بچه‌هایی که تو فیسبوک باشون در ارتباطم یا دوستای خودم از من خواسته بودن که این موزیک اسلو هم بخونم. بزرگتره حسرت، خدا رو شکر من هیچ حسرتی ندارم تو زندگی.
یعنی چیزی تا حالا اذیتم نکرده، تلاش کردم واسه چیزایی که خواستم و تا الان بهم نتیجه داد. حسرت خاصی وجود نداره. 24 ساعت زنده باشم سعی میکنم برم پیش کسایی که ازم ناراحتن، حالا یه جورایی شاید دلشون شکنده باشم، برم حلالیت به طلبم، طلب بخشش کنم و بقیه تایم میشم کنار پدر مادرم باشم. همین. سوال سختی بود خودش، ولی همین دیگه، کار دیگه ندارم. اگه بخوام برم جزیره سه تا چیز با خودم ببرم چیه؟ خب سه تا چیز چی میبرم؟ اول اتومو رو میبرم، بعد تافتام میبرم، بعد آینه میبرم. این سه تا چیز با خودم میبرم. اوه راستی تو جزیره برق نیست. برق نیست، موزیک هم اونجا، چه کاری برم اصلا جزیره؟ میشینم خونه خودم اونجا تافت و تو همه چی هم کار میکنه، برق هم هست. ولی نه خداش اگه برم جزیره سه تا چیز بخوام ببرم، تافت میبرم، اتومو میبرم، آینه میبرم، برق هم نباشه میبرم. چه توانایی غیر از خوانندگی؟ توانایی که من راستش بخوای کلا استعدادم توی سری چیزا خیلی خوبه، ولی اگر خواننده نمیشدم مطمئن باشید بازیگری رو ادامه میدادم و حتما توش موفق میشدم، چون پتانسیل این کار رو داشتم. چرا خواننده های اینجا میرن دبی؟ ببینید خواننده های اینجا خب به دلیل محدودیت شاید نتونن کارهایی رو که میخونن اجرا کنن، حداقلش اینه که واسه اجرا میرن کشور دیگه. که حالا شما میگید دبی، خب دبی چون به ایران خیلی نزدیکه و ایرانی هم خیلی زیاد داره و حداقل میره هموطناشو اونجا از نزدیک میبینه و راحت هم میتونه اجرا کنه. و اینکه من به این فکر میکنم که کشور دیگه زندگی کنم، من هیچ وقت به هیچ کشوری تا حالا فکر نکردم برای زندگی، چون ایران خیلی دوست دارم و تا جایی که بتونم اینجا دوست دارم زندگی کنم، چون کشورمه و واسم کلی عزیزه. میگم تا حالا نشده اصلا به این موضوع فکر کنم که بخوام زندگیمو جای دیگه انتقال بدم، چون فکر میکنم خیلی سخت باشه، خیلی دوری از وطن خیلی سخته. کدام شخصیت تاریخی ایدال زنی من بوده و شبیش؟ من کوروش بزرگ خیلی طرز فکرشو دوست داشتم و یه جورایی خیلی کارا رو از اون الگو گرفتم، ولی اینکه بخوام شبیهش باشم و دیگه نمیدونم چه شکلی آخه اونسته، نمیدونم چه شکلی بود، ولی کلن طرز تفکرش و طرز زندگی کردنش رو دوست داشتم. حالا شبیهش باشم دیگه به این موضوع فکر نکردم، نمیدونم. آره تو دوران مدرسه سوال میکردن که ال بهتر از ثروت، ما هم رو حسابت بالاخره اون دوران می نوشتیم علم، ولی به نظر من ثروت بهتر از علمه، نظر شخصی من. اگه الان بخوام راجع به اون موضوع انشا بنویسم مطمئن باشید همش راجع به ثروت می نویسم، چون بهتر از علمه از دید من. حالا خیلی هنوزم فکر می کنن که علم بهتر از ثروت، ولی اشتباه فکر می کنن. مطمئن باشید ثروت بهتر از علمه. خیلی دوستتون دارم، آرزوی موفقیت می کنم واسه همه کسایی که الان دارن منو می بینن، آرزوی سلامتی میکنم. ایشالله که همیشه شاد باشید. دوستتون دارم. ایشالله که روزی بتونم از نزدیک ببینمتون و براتون اجرا کنم. مرسی.